قاتل امتیازگیری، ولی خب ما پرسپولیسیم، همیشه باید ذهن برنده خواه داشته باشیم و بتونیم شرایطمون رو بهتر کنیم. ولی شما میدونید واقعا پرسپولیس مشکلات زیادی داره، خیلی مشکل داره، ولی من همیشه گفتم که باید کارمون رو بکنیم، تمرکزمون رو کارمون باشه علی‌رغم تمام این مشکلات. بیشترش مالیه دیگه، مشکلات مالی، سخت افزاری، نرم افزاری، وسایل تمرینی. شما ببینید یه تیم بزرگی مثل پرسپولیس واقعا زشته. من به عنوان مربی بخوام صحبت کنم، تیم ما جی پی اس نداره، ما بازیکنامون رو نمیتونیم مانیتور کنیم، کنترل کنیم، ببینیم کی تو آستانه لاکتیک هستن، شرایطشون رو بهتر بسنجیم، مصونیتامون کمتر بشه. یه تیم بزرگ مثل پرسپولیس خیلی زشته. آقای مطهری، دیروز مراسم تودی معرفه مدیر عامل جدیدم برگزار شد. خیلی این چند وقت پرداختی‌ها به بازیکن‌های پرسپولیس و کادر فنی مطرح بوده. فکر می‌کنید قرار اتفاقی بیفته بر صورت تاثیرگذاره؟ ببینید مشکلات مالی داریم. من واقعا به تک تک بچه‌هامون تبریک میگم. ما اولویتمون واقعا مسائل مالی نیست. ولی می‌دونید که تو دراز مدت رو تیم اثر می‌ذاره و تیمو تضعیف می‌کنه. ولی ما هیچ موقع اولویتمون مسائل مالی نبوده، همیشه سعی کردیم جنگجو و مبارز باشیم، با نهایت تعهد کارمون رو بکنیم. ان شاءالله که امیدواریم مشکلات مالیمون هم حل بشه. این فصل دوم شد، تیمای مهم به فکر می‌کنیم برای تیم، برای پرسپولیس مهم برای همه هواداران. ببینید مهم آخر فصله که جایگاه مناسبی داشته باشین. همیشه ما نشون دادیم که نیم فصل دوم هم خیلی بهتر کار کردیم، ولی این منوط بر اینه که شما بتونید تیمتون رو ترمیم کنید، تو پستایی که نیاز دارین بتونیم بازیکنامون رو بگیریم. ولی میدونیم که تو نیم فصل خیلی سخته، ما تیممون هم شرایط مالی خوبی نداره و ضمن اینکه تو نیم فصل یار گرفتن خیلی سخته. الان دوتا بازیکن تاجیک ما رو شما نها کنید، ما اصلا نمیدونیم، ما اصلا میترسیم از اینا استفاده کنیم، واقعا شرایطشون رو نمیدونیم چجوریه. یه نیم فصل سخت و گوشتر گذاشتیم، ولی خب خدا رو شکر امتیازه خوبی جمع کردن. مدیر عامل جدیدن که معرفی شدن، چه انتظاری دارید از آقای درویش؟ نمیدونم، امیدوارم که همه چی درست بشه. آقای حسینی، آخر میگن بازیکنان پرسپولیس تا این نیم فصل که امروز تموم شد 20% دریافتی داشتن، تو مراسمی که دیروز برگزار شد اصلا حرفی شد زده شد؟ همینی که شما گفتید بهشون گفتید، بدون پاداش. نه پارسال پاداشی داشتیم، نه امسال دریافتیه. امسالمون هم 20%ه. لیگ قهرمانان هم پرسپولیس هست شد. این چیزی بود که مشخص بودش دیگه، چیزی نداریم که بریم تو آسن به چی اعتراض بکنیم. از دست بازیکنه کاری بر اتی؟ حواسشون نبوده بالاخره. حواسشون نبوده. آقا ما وقتی زمین تمرین نداشته باشیم، هزار تا مشکلات داشتیم، این حرفا چی؟ آقا حسینی، سریا میگن اتفاق خوبیه که مثلا این اتفاق بیفته. نظر شما هم همینه؟ یعنی فکر کن یه بار باید فقط برای هوادارمون ناراحتن. هوادارهای تیم خیلی واسهشون سخته، ولی باید یه چیزی درست بشه. اینو بگم، هم باشگاه هم وزارت همه مقصرن. این نیستش که فقط بگن یه نفر مقصره، دو نفر مقصره. متأسفانه مدیرای قبلی که هر کاری که خواستن کردن و کسی هم جلوشون رو نگرفته، بازم ادامه پیدا میکنه، چون کسی نیست جلو اینا رو بگیره. ادامه داره. حالا فولادیا سپانیا میگم آبرو اعتبار ایران هست دیگه، توجه به ان شاءالله که موفق بشه. بعد پرسپولیس این فصل نتونست قهرمان نیم فصل بشه، فکر میکنید تأثیری داره؟ بازی بعدی جام حذفی داریم، امیدوارم بازی خوب باشه. مرسی. امتیاز به دست بریم. بازی خیلی سختی بود. باجم تیم جوون و خیلی خوبی بود، دونده بودن، ولی خب سیستمشون سیستم خیلی دفاعی بود، یه مقدار شرایط برای ما سخت شد، ولی خدا رو شکر. ولی خدا رو شکر تونستیم از موقعیتمون استفاده کنیم و گل سنتزی رو بزنیم و انشاءالله آماده هفته بعدی. آقای نعمتی، آقای حسینی الان صحبت کردن، گفتن که این بحث حذف شدن از آسیا شاید برای هوادارا ناراحت کننده باشه، ولی شاید ممکن بشه یه سری امکانات برای باشگاه اضافه بشه. نظر شما همین؟ من حالا نمیدونم واسه چی حذف کردن، چون من مصاحبهشون رو ندیدم، ولی اگر هم زده باشن درسته، چون واقعا این مشکلات باید برطرف بشه. یه روزی باید این ساختار فوتبالمون درست بشه، از زمین تمرین گرفته تا استادیوممون، تا بدهی ها، تا دریافتی های بازیکن ها، همه مسائل باید درست بشه. حالا من امیدوارم که این مسائل رو درست کنه. حالا نمیدونم واقعا میتونیم تو آسیا برگردیم یا نه، این دیگه خبر ندارم، ولی امیدوارم که حداقل اگر همین سری جریم معروف شدیم برای سال بعد حضور داشته باشه. مدیریت باشگاه هم عوض شد دیروز، یه مراسمی هم برگزار شد، نظر شما چی؟ دیگه بخش مدیریتی دیگه
دست ما نیستش، فقط من اینو میتونم بگم تو شأن پرسپولیس نیستش. بعد از 5 سال قهرمانی تیم نیمفست، الان بازی نیمفست تموم شده، کل دریافتی تیم به 20% هم نرسیده. در این قضیه 1000 تومن پاداش، در این قضیه 1000 تومن پول، هیچی نیست. این حق پرسپولیس نیست، این تو شأن پرسپولیس نیست. امیدوارم که با مدیریت جدید این مشکلات برطرف بشه. این بچه ها به مدیریت جدید نیاز دارن، امیدوارم که کمکشون بکنم. که خیلی بهش نیاز داشتیم و خداشکر بهش رسیدیم. میدونستیم بازی سختی داریم، همه تمرکزمون رو گذاشته بودیم روی این بازی که بعد بازی پریده بتونیم سمتیاز رو بگیریم و خداشکر بهش رسیدیم. امیدوارم همین روند رو ادامه بدیم، بازی بازی پیش بریم تا بتونیم خودمون رو به اون هدفی که داریم برسونیم. حالا خیلی مونده تا پایان فصل، به هر حال همه تلاشمون اینه که پایان فصل بتونیم بهترین عملکرد داشته باشیم و انشالله دل هواداران رو شاد کنیم. شما با این درویش کار کرده بودین قبلا توی سایپا، تغییرات مدیریتی تو پرسپولیس، میگم شما با این درویش کار کردین قبلا توی سایپا، بعد تو زمان ایشون هم به پرسپولیس اومدین، مدیریت ایشون رو چطوری میبینید تو پرسپولیس؟ والا خب من خودم تو سایپا، حالا در باره خودم صحبت کنم، بازی کردم، شرایط تو سایپا خیلی متفاوت با پرسپولیسه و قطعا تو حوزه مدیریت هم همینطوریه. آقای درویش باید بدون کجا اومده، حالا خدا نگهدار قصد جسارت نداریم اصلا، ولی ایشون باید بدون کجا اومده. به هر حال اینجا بازیکن‌های بزرگتری هستن و انتظارات بالاتره، امیدوارم که بتونن انتظارات رو برآورده کنن، با علم بر این اومده باشن که انشالله مشکلات رو حل کنن و این بچه‌ها واقعا خیلی اذیت شدن، بچه‌های پرسپولیس، امیدوارم که بتونن مشکلات رو حل کنن. میگی به عنوان بازی میگی انگیزه داری، حذف از لیگ قهرمان چطور می‌بینی؟ خب خیلی برای ضربه بزرگی، هم برای تیما هم برای بازیکن ها. به هر حال بازیکن ها خیلی دوستن تو آسیا بازی کنن و خودشون اونجا نشون بدن. امیدوارم که این موضوع حل شه، اگه امسال نشه حداقل سال دیگه اساسی حلش کنن و بتونیم سال دیگه دوباره به جام بشیم. یعنی منظور مالی قابل تحمله؟ چون الان با بازیکن صحبت می‌کردیم میگفتن ما قرار بوده پول بگیم تا زمانی که آقای صدری بود، که یه دفعه آقای صدری عوض شد و هیچ کی انتظار رو نداشت که آقای صدری عوض شه، ولی خب این اتفاق افتاد. امیدوارم که آقای درویش هر چه سریعتر مشکلات رو حل کنه، چون واقعا زمان نیست. میگم خیلی وقت بچه‌ها دریافتی نداشتن، امیدوارم که این اتفاق سریعتر انجام بشه. اما شاید چنجوری باشه، ما الان چند سری داریم قهرمان میشیم، اما چون قهرمان میشیم امیدواریم که شرط تیممون بهتر بشه، شرط هوادارمون بهتر بشه، ولی متأسفانه اینجوری نیست. فقط امیدوارم که دیروز جلسه معارفه بود، بحثی از پرداختی ها مطرح شد، چون میگن پرسپولیس بیشتر از 20% بازیکناش هنوز پول نگرفت. حالا اینو گفتن تلاش می‌کنیم ببینیم، ما هم امیدواریم پیشتر. بعد دیروز آقای ایتون نشست خبرش یه سری مشکلات صحبت کرد، مثل زمین تمرین و امکانات و شرایط این چیزا. ببین کادر فنی ما هر چی میگن به حق، ما الان 2 ماه زمین تمرین نمی‌کنیم ولی همه فکر می‌کنن که ما شرایطمون خیلی خوبه و نمی‌دونم هیچ مشکلی نداریم. شما فقط یه روز میاد سر تمرین ببینیم شرایط زمین مشکلی. بعد نایب قهرمان نیمفصل شد چجوری؟ ببین درباره نمیتونم صحبت کنم، من اولا که به هوادار لازم قول نمیشه، الله آخر فصل قهرمان میشیم، بعدش هم قهرمانی نیمفصل باقی رو به هوادار خودمون تعریف میکنیم. بازی رو تبریک میگم، امیدوارم که بازی خیلی سختی بود، امیدوارم که بتونیم توی ادامه مسیر پرسپولیس رو به اون جایگاهی که خودمون میخوایم و کادر فنی انتظار داریم برسونیم، ولی با توجه به کمبودهایی که تو نیم فصل اول داشتیم مخصوصا تو بخش مدیریت، ولی الحمدلله به نظرم که نتایج خیلی خوبی گرفت. آقا باید همه بچه ها ناراحتن، علاوه مالی واقعا گله‌مندن، فکر میکنیم با این تغییر مدیریت بشه این مشکلات حل بشه؟ ما همیشه امیدواریم، امیدواریم به اینکه مشکلات حل بشه، ولی متاسفانه هیچ وقت حل نشده. یعنی دیگه سرآمدش هم این حذف از آسیا بود که متاسفانه آبروی فوتبال ایران رو بردن. حالا هر کسی که میخواد باشه، واقعا کسی هم مسئولیت این قضیه رو قبول نمیکنه. متاسفانه باشگاه به فدراسیون پاس میده، فدراسیون به باشگاه پاس میده، ولی خب اون کسی که اون بالاست میبینه بالاخره، نه اون بالایی میبینه و امیدوارم اون کسی که این کار رو کرده وجدانش به درد بیاد و امیدوارم که
چون زحمات و تمام تلاش رو ما و تیمای دیگر رو بردن زیر سوال می‌کنم. آقای امیری خیلی از بازی رو ببخشید. آقای حسینی چند دقیقه پیش مصاحبه کردن. گفتن شاید این اتفاق باعث بشه که یه ذره مشکلات فوتبال ما حل بشه. شاید فقط هوادارا ناراحت باشن. بیشتر از این موضوع فکر می‌کنید که این اتفاق میتونه باعث بشه که یه سری از مشکلات ابتدایی فوتبال ما حل بشه؟ ما هم امیدواریم به این قضیه. ولی شما متأسفانه می‌بینید الان نزدیک 10 سال 20 سال همش دارن میگن این تیم‌ها خصوصی بشن که مشکلاتشون برطرف بشه، ولی متاسفانه نه از طریق مجلس، نه از طریق باشگاه، نه از طریق فدراسیون یه هموغمشون رو نمیذارن که این مشکل رو برطرف کنن. هر سال یه همهمه‌ای به وجود میاد، هر سال یه سر و صدایی میشه که این تیم‌ها باید خصوصی بشن، بعد از چند وقت دوباره میگن نه این اتفاق نمیفته. ولی خب میگم حالا ما امیدواریم که این مشکلات حل بشه و چون این تیم مال نه مال دولت، نه مال بازیکن، نه مال کادر فنی، این تیم مال هواداره و امیدوارم که این مشکلات هر چه سریع‌تر حل بشه. آقای امیری، این نبودن تیم‌ها تو لیگ قهرمانان شاید باعث بشه خیلی از بازیکنایی که علاقه دارن دیده بشن از این تیم‌ها برن، حالا تیمایی که توی لیگ قهرمانان هستن. این موضوع هم میتونید در باید صحبت کنید که ممکنه بازیکن‌ها برن بالاخره؟ انگیزه بازیکن بالاخره، خب رفتنشون کلاً اینو بدونید که هر بازی واسه بازیکن‌های پرسپولیس به اندازه کافی انگیزه وجود داره که همه تو بازی تمام توان و تمام تلاششون رو بذارن. ولی خب شما موقعی که تلاش می‌کنی که تیمتو قهرمان کنی 100% یه انگیزه‌های شخصی و انگیزه‌های دیگه هم داری پشت این قضیه و اینکه بتونی بالاخره توی سطح بالاتر فوتبالتو نمایش بدی، که متاسفانه این اتفاق نیفتاده. ولی میگم اصلا پرسپولیس یه جاییه که هر بازیش خودش ویترینه و همه بازیکنهای ما این تلاشو میکنن که بهترین نمایششون رو به بهترین عملکردشون رو نمایش بدن. مرسی.